بنا به اعلام وزارت بهداشت آلبانی هفت مورد جدید به تعداد مبتلایان به کرونا اضافه شده و شمار کل مبتلایان به 416 تن رسیده است. با درگذشت یک نفر دیگر آمار درگذشتگان به 23 نفر رسید. بیماری که امروز درگذشت یک خانم 72 ساله بود که به گفته وزارت بهداشت از بیماری های دیگری مانند نارسایی مزمن کلیه، فشار خون بالا، و کمکاری تیروئید رنج می برد. نخست وزیر آلبانی هشدار داد از ماه آینده مجازات های بسیار شدیدتری در مورد کسانی که قوانین و ضوابط مبارزه با کرونا را نقض می کنند در نظر گرفته می شود. وی در عین حال وعده کمک های بیشتر به مشاغل کوچک و اخشار آسم را داد و افسود ما برای دوره‌ای یعنی تا پایان ماه می پاداش جنگی می دهیم. سپس برای متخلفان شرایط را سختتر می کنیم. ما از نظر مجازات ها در دوره اپیدمی بیشترین سختگیری را به عمل می آوریم. ما وضعیت خط آتش را بررسی می کنیم اما نمی توانیم رستوران ها و کافه ها را افتتاح کنیم. این وضعیت همراه با ضوابط و قوانین سختگیرانه جدید سه، پنج یا هشت ماه ادامه پیدا می کند. مردم از من سوال می کنند که آیا به ساحل خواهیم رفت؟ امیدوارم چنین باشد ولی وضعیت آنطور که ما عادت کرده ایم پیش نخواهد رفت چرا که ضوابط و مقررات را دنبال خواهیم کرد و هر گشایشی تدریجی خواهد بود در چنین شرایطی شورای نظارت بر بانک های آلبانی کارمزد همه اعضا و هیئت نظارت و همچنین حقوق مدیران بانک ها را 50 درصد کاهش داد. این شورا همچنین تصمیم گرفت دریافت سود توسط بانک ها را متوقف کند. تصمیم دیگر حذف هزینه های پرداخت الکترونیکی است. این تصمیم با هدف حمایت از مشتریان بانک در شرایط محدودیت تردد اتخاذ شده است. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود در مورد اروپا و آسیای میانه اعلام کرد انتظار می رود کشور آلبانی به دلیل شیوع کرونا یک و چهار دهم درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از دست بدهد. دلیل این امر ممنوعیت سفر و اقدامات انجام شده برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در کشور است. ویروس کرونا به تولید، تجارت، جهانگردی و سایر خدمات غیر تجاری آسیب رسانده است. بخش های جهانگردی و حمل و نقل صدمات شدیدی متحمل شدند، چرا که به میزان زیادی از اشتغال در این کارها کاسته شده است.